من پیش از تو، نویسنده جوجو مویز، مترجم مریم مفتاحی، گوینده منیژه نظمی. قسمت 39. صبح روز عروسی آسمان تابناک و مطبوع بود، چیزی که خودم از قبل می دانستم. دخترهایی مثل آلیسیا همیشه کار خودشان را می کنند. وقتی این حرف را به ویل گفتم گفت: کلارک، بد جوری زهرت را ریختی. از خوبان یاد گرفتم. نیتن زودتر آمد تا ویل را آماده کند. در نتیجه می توانستیم قبل از ساعت 9 حرکت کنیم. با ماشین 2 ساعت راه بود. البته با محاسبه توقف‌های کنار جاده. مسیر را با دقت بررسی کرده بودم تا مطمئن شوم به بیشترین امکانات دسترسی داریم. رفتم توی دستشویی و جوراب پوشیدم. پاهایم را هم تازه اصلاح کرده بودم. صورتم را آرایش کردم، ولی بعد از ترس اینکه مبادا آدم حسابی های مجلس فکر کنند من دختر تلفنی هستم، آرایشم را پاک کردم. جسارت به خرج دادم و دستمال گردن دور گردنم نبستم. اما با خودم اشارپ آورده بودم تا هر وقت حس کردم بیش از حد جلب توجه کرده ام روی شانه بیاندازم. نیتن کناری ایستاد و گفت: بد نشده نه؟ ویل کت و شلوار مشکی و پیراهن آبی کدر با کراوات پوشیده و صورتش را ستیغه اصلاح کرده بود. چهرهش کمی به رنگ برنزه در آمده بود. چشمانش بر اثر انعکاس رنگ پیراهن روشن‌تر به نظر می رسید و مثل خورشید می درخشید. گفتم: نه، بد نشد. نمی دانم چرا نمی خواستم بگویم واقعا خوشتیپ شده. شک نکن پشیمان می شود که چرا دارد با آن عوضی عرعری ازدواج می کند. ویل سرش را بالا گرفت و گفت: نیتن، همه چیز را توی ساک گذاشتی؟ نیتن به طرف ویل برگشت و گفت: آره، تمام وسایل را گذاشتم، آماده ی حرکت، فقط ماچ و بوسه با ساقدوش های عروس ممنوع. من گفتم: انگار این هم میخواست ماچ و بوسه کند. یقیه همه شان چینچینیست و بوی اسب میدهند. پدر و مادر ویل برای بدرقه آمدند. به نظرم میرسید همین الان دعوا کردند. خانم ترینر طوری میستاد که کنار شوهرش نباشد. دستش را محکم روی سینه به هم قلاب کرده بود. حتی وقتی دنده عقب رفتم تا ویل سوار شود، یک بار هم نگاهم نکرد. به من گفته بود: لویزا، حواست باشد تو خوردن زیاده روی نکند. مثلا داشت پرس‌های روی شانه ویل را میتکاند. ویل گفت: چه اشکالی دارد؟ من که رانندگی نمی کنم. پدرش گفت: آره، درست میگویی، من خودم همیشه باید یکی دو لیوان بالا بیاندازم تا بتوانم تا آخر مجلس دوام بیاورم. خانم ترینر زیر لب ولی طوری که شنیده شود به ویل گفت: عزیزم، خیلی زیبا شدی. زانو زد و دمپای شلوار ویل را صاف کرد. حسابی خوشگل شدی. از پشت فرمان بیرون آمدم. آقای ترینر نگاه تاییدآمیزی به من انداخت و گفت: تو هم خوشگل شدی، خیلی تو دل برو. لویزا، حالا چرخی بزن برای ما. ویل صندلی چرخدارش را حرکت داد. بابا دیر شده، کلارک زودتر راه بیفتیم، خوب نیست بعد از عروسی برسیم. نفس راحتی کشیدم و پشت فرمان نشستم. ویل هم سوار شد. کت شیکش مرتب و صاف به گیره صندلی مسافر آویزان بود تا چروک نشود. راه افتادیم. می توانستم دقیقاً به شما بگویم که خانه والدین آلیسیا چگونه جایی است، طوری که انگار قبلاً آنجا رفتم. در واقع وقتی اتومبیل را آهسته کردم، خیال پردازیم چنان قوی بود که ویل پرسید: چرا می خندم؟ خانه کشیش منطقه به سبک قرن 18 با پنجره‌های قدی که بخشی از آن را نوعی پیچک پوشانده بود و مسیر اتومبیل را با سنگریزه‌های نخودی رنگ، خانه کاملا مناسب برای سرهنگ ارتش.
حتی می توانستم او را مجسم کنم که در آن خانه بزرگ شده است، با دو گیسه بلند طلایی روی چمنها سوار اولین اسب پاکوتاهش است. دو نفر با جلیقه شبنما اتومبیل ها را به محوطه بین خانه و کلیسای کنارش هدایت می کردند. شیشه را پایین دادم و پرسیدم کنار کلیسا جای پارک هست؟ خانم، مهمان ها از این طرف. ما صندلی چرخدار داریم، اینجا لای چمن گیر می کند. باید جایی نزدیک کلیسا باشد، من می روم آنجا. دو مرد نگاهی به هم انداختند و نجوایی کردند. پیش از اینکه چیزی بگویند من حرکت کردم و رفتم کنار کلیسا پارک کردم، جایی که توی دید نبود. با خودم گفتم شروع شد. ماشین را خاموش کردم. چشم من و ویل از توی آینه عقب به هم افتاد. کلارک، آرام باش، چیزی پیش نمی آید. خیالم راحت است. چرا فکر می کنی نیستم؟ برای اینکه قیافت داد می زند. تازه تمام مدتی که رانندگی می کردی حسابی ناخن می خوردی. خب امروز کدام بازی را می کنیم؟ ویل رد نگاه هم را دنبال کرد. راستش را بگویم؟ آره باید بدونم. لطفا نگو شک و بهت. بگو ببینم چه نقش خطرناکی کشیدی؟ چشمان ویل به چشمان من گره خورد، چشمان آبی و مرموزش که نمیشد چیزی از آن خواند. بعد جوری دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. کلارک، ما امروز مثل آدم رفتار می کنیم، طوری که کسی باورش نشود. دلشورم بیشتر شد، انگار توی دلم رخت می شستند. خواستم چیزی بگویم که پرید وسط و گفت ببین هر کاری که به ما خوش بگذرد می کنیم. ظاهراً رفتن به عروسی دوست دختر سابق دردش حتی کمتر از جراحی روت کانال است. به هر حال خواست خودش بود، روز خودش بود. نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم بر خودم مسلط شوم. برای 14 بار اشارپ را روی شانم صاف کردم و گفتم با یک استثنا. چی؟ اگر بخواهی ادای کریستی براون را در بیاری من بر می گردم خانه و تو را اینجا با این گند دماغ ها تنها می گذارم. ویل حرکت کرد و به طرف کلیسا رفت. به گوشم آمد که گفت زده حال. خوشگل شده بود، پوست کارملی رنگش برق می زد، پیراهن ابریشمی شیری برشدار اندام ظریفش را می پوشاند و کیپ تنش بود. همینطور که از بین ردیف نیمکت ها عبور می کرد نگاهش کردم. از خودم می پرسیدم قد بلند و پاهایی چنین کشیده چه احساسی به آدم می دهد. شبیه به آن را اغلب در پوسترهای روتوش شده می دیدیم. دلم می خواست بدانم زیر لباسش گن پوشیده یا نه. البته نه، حتما لباس زیر ظریف و نازکی پوشیده بود که خودش کار گن را می کرد و نیازی به پوشیدن چیز اضافی نداشت، از آن نوعی که قیمتش معادل 1 هفته حقوق من است. وقتی کشیش به راجیش را می کرد و ساقدوش های کوچک عروس با کفش باله روی نیمکت نشسته و وول می خوردند، من نگاهی به اطراف و مهمانان انداختم. تقریبا همه زنها شبیه به زنانی بودند که آدم در صفحات مجله های لوکس می بیند. کفششان که دقیقا هم رنگ لباس بود، انگار دفعه اول بود می پوشیدند. زنان جوانتر کفش پاشنه بلند 10-12 سانتی به پا داشتند و ناخونهایشان را به طرز زیبایی مانیکور کرده بودند. موسنترها کفش پاشنه 3-4 سانتی و کت و دامن خوشدوخت با سرشانه های اپولدار و آستری ابریشمی در رنگ های متضاد پوشیده و کلاهی روی سر گذاشته بودند که انگار منتظر بودند تا با اوضاع وخیمی مقابله کنند. مردها کمتر قابل توجه بودند، اما تقریبا همهشان حس و حالی داشتند که من گاهی در ویل می دیدم. ثروت و اعتبار و این حس که روزگار همیشه به کامشان خواهد بود. به شرکت هایی که اداره می کردند و دنیایی که در آن به سر می بردند فکر می کردم. دوست داشتم بدانم به افرادی مثل من هم توجه می کنند.
چه کسی از بچه هایشان نگهداری می کند یا در چه رستوران هایی غذا می خورند یا چه کسانی برای همکاران تجاریشان رقص میله می کنند. یاد مصاحبه‌ام در اداره کاریابی افتاده بودم. عروسی هایی که من می رفتم معمولاً فامیل عروس و داماد را جدا از هم می نشاندند از ترس اینکه مبادا افراد فضول دست به کار شوند. مراسم عقد تمام شد و ویل راهش را به سمت در خروجی باز کرد. من از پشت سر نگاهش می کردم. محترم و شریف و فوق‌العاده با وقار و متی. دوست داشتم می پرسیدم حالا که آمده هنوز هم فکر می کند حضور در جشن عروسی کار درستی است یا اینکه پشیمان شده؟ آیا هنوز هم به او احساس دارد؟ دوست داشتم به او می گفتم که برای سر آن زن پوست کاراملی احمق زیادی بود. حالا ظواهر هرچه می خواستند بگویند. خیلی چیزهای دیگر بودند که دلم می خواست بگویم. قصدم فقط روحیه دادن به ویل بود. به ویل گفتم خوبی؟ با همه این اوصاف اصل موضوع خودش بود و احساسش. چند بار پلک زد و گفت خوبم. نفسش را طوری بیرون داد که گویی مدتی نگه داشته بود. سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد. بیا برویم نوشیدنی بخوریم. محل برگزاری جشن محوطه محصوری بود با دروازه آهنی فرفوره و حلقه های به هم بافته گل های صورتی کم رنگ. بار در انتهای محوطه بود و پر از آدم. از لابلای میزهایی گذشتم که رومیزی کتانی سفید داشتند و انباشته از کارد و چنگال و ظروف بلوری که من به عمرم ندیده بودم. صندلی ها پشتی طلایی داشتند، از مدلی که آدم در سالن‌های مد می‌بیند. فانوس سفیدی بالای گل‌های سوسن وسط میزها آویزان بود. فضا آکنده از عطر گل‌ها بود به حدی که احساس خفگی به من دست داد. وقتی نوبتم شد به متصدی بار گفتم دو تا لطفاً. مرد لبخندی زد و گفت انواع دیگه نوشیدنی بعداً سرو می‌شود. دوشیزه دوار خواستند که با این شروع شود. حالت نگاهش به من کمی مرموز بود. از ابرویی که بالا داد فهمیدم در ذهنش چه می گذرد. به نوشیدنی لیموناد صورتی نگاه کردم. پدرم می گفت ثروتمندها ناخن خشک‌تر از همه هستند. اما من تعجب کردم وقتی دیدم پذیرایی جشن را با الکل شروع نکردند. لیوانها را گرفتم و گفتم باید هم صرف شود. ویل را دیدم که با کسی حرف می زد. مرد عینکی و جوان بود با کمی قوز. دستش را هم روی صندلی چرخدار ویل گذاشته بود. حالا خورشید بالا بود و من مجبور بودم چشمم را جمع کنم تا بتوانم آنها را درست ببینم. تازه به فایده آن کلاه‌های لب پهن پی بردم. مرد داشت می گفت ویل چقدر عالی که دوباره می بینمت. دفتر بدون تو صفا ندارد. واقعاً دیگر مثل قبل نیست. شبیه حسابدارها بود. حسابدارها بودند که به کت و شلوار عادت داشتند و راحت بودند. نظر لطفت است که این را میگویی. جو بدجور غیر عادی بود. انگار از صخره پرت شدی پایین. یک روز تو آنجا بودی و مدیریت میکردی. یک روز ما باید... همین که متوجه من شد سرش را بالا گرفت و گفت اوه سلام لوئیزا کلارک، این هم فردی دروینت. لیوان ویل را در جالیوانی صندلی چرخدارش گذاشتم و با مرد جوان دست دادم. مرد زاویه دیدش را نسبت به خورشید عوض کرد. دوباره گفت اوه. گفتم یکی از دوستان ویل هستم. بعد هم نفهمیدم چرا دستم را روی شانه ویل گذاشتم. فریدی دروینت با خنده‌ای که بیشتر به سرفه شبیه بود گفت با همه این اوصاف ظاهراً زندگی خیلی هم بد نیست. با گفتن آن صورتش کمی سرخ شد. به هر حال باید معاشرت کرد، تو که این چیزها را خوب می‌دانی. این هم فرصتی هست برای برقراری ارتباط شغلی در جمع دوستان. ویل جدن از دیدنت خوشحال شدم و همینطور شما دوشیزه کلارک.
خداحافظی کردیم و راه افتادیم. گفتم ظاهراً آدم خوبی بود. دستم را از شانه بیل برداشتم و لیوان را سر کشیدم. خوشمزه تر از ظاهرش بود. خیارش زیاد زیر زبانم نیامد. آره بچه خوبی است. با دیدنت دست پاچه هم نشد. ویل سرش را بالا گرفت. نور چشمانش را می زد. نگاه هم کرد و گفت نه اصلا دست پاچه نشد. حالا که فریدی دروینت جلو آمده و با ویل احوال پرسی کرده بود، افراد بیشتری جرأت پیدا کردند و برای سلام و احوال پرسی آمدند. تا یک ساعت بعد همینطور افراد مختلف نزد ویل می آمدند. برخی با فاصله می ایستادند. با این کار حتما مشکل دست دادن با ویل را حل می کردند. بعضی هم سر زانوی شلوارشان را کمی بالا می دادند و هم سطح با صندلی چرخدار چون باتمه می زدند. من کنار ویل ایستادم. ساکت بودم و چیزی نمی گفتم. بعد دیدم با نزدیک شدن دو نفر عضله ویل منقبض شد. یکی از آن دو نفر مرد قد بلند و سیگار به لبی بود که وقتی مقابل ویل ایستاد نمی دانست چه بگوید. آخر سر این جمله از دهانش خارج شد. چه عروسی خوبی نه؟ عروس هم حسابی خوشگل شده. لابد از گذشته عشقی آلیسیا خبر نداشت. دومی که رقیب تجاری ویل به نظر می رسید برخوردی سیاستمدارانه کرد. با این حال نگاه خیرش به ویل و سوالات بی پرده و شفافی که در مورد وضعیتش پرسید می دیدم ویل را عصبی کرده است. مثل دوتا سگی بودند که دور هم می چرخیدند و فکر می کردند آیا دندانهایشان را نشان بدهند یا نه. وقتی سرانجام مرد دست تکان داد و رفت، ویل گفت مدیرعامل جدید شرکتی که کار می کردم. به گمانم فقط می خواست مطمئن شود که برنامه‌ای برای خرید سهام بیشتر ندارم تا شرکت را به کنترل خود درآورم. آلیسیا، این زیباروی آسمانی که در اطراف می چرخید و با شور و هیجان با افراد روبوسی هوایی می کرد، اصلاً به ما نزدیک نشد. ویل دو لیوان نوشید. تماشایش می کردم و از ته دل خوشحال بودم.